به نام خداوند جان و خرد، خانم ها، آقایان، با سلام عرض ادب دارم. در خدمت دکتر رابرت بامبان هستم، طبق قرار ماهانه‌ای که با ایشون داریم. در جلسه گذشته صحبت به درازا کشید و وقتی که خواستیم به نامه های شما و فکس های شما جواب بگیم، متاسفانه فرصتی نبود. دوستان خیلی اعتراض کردند. جناب بامبان، با اجازتون، ما امروز قبل از اینی که به بحث اساسیمون راجع به ارتش ایران و روزهای آخر دوران سلطنت محمد رضا پهلوی و اتفاقی که افتاد صحبت بکنیم و شخصیت‌های ارتشی که چه نظرهایی داشتند، من با اجازتون سوالاتی رو که مردم دارن ازشون می‌پرسم. بعضی از این سوالات سوالات بسیار بسیار جالبیه، یعنی من به فکرم هیچ وقت نمیتونستی همچین چیزی برسه. یکیشون اینه، میگوید که اگر نظامیان فراری و کارمندان دولت حقوق بازنشستگی دریافت میکنند، اگر فردا چنان شد که رژیم عوض شود، آیا به افراد سپاه و قدس که از کشور فرار کرده اند بازنشستگی تعلق خواهد گرفت؟ چه پیشبینی هایی میکنن؟ همونشون که فرمودین پیشبینیست، منطقه بازنشستگی هم به نظامیان و کارمندان دولت در اون سالهای اول نبود. یعنی در سالهای اول از بس اوضاع مشخص بود و گرفتاری ها بود که اصلا معلوم نبود چه کسی بازنشسته است، چه کسی فراری است، چه کسی به اصطلاح مخالف رژیمه، چه کسی فعالیت میکنه، چه کسی فعالیت انجام نمیده. امروز هم که بازنشستگی میدن، اون 30 روز حساب نمیکنن، 27 روز حساب میکنن و برای اینکه بازنشسته بگیرن شرط و شروطی داره. یعنی باید با تلویزیون یا با اسکایپ با سفارت، اونایی که در خارج کشور هستن، البته منظورم حتما ایشون خارج از کشوریا رو میگه، در خارج از کشور هستن باید با سفارت در تماس باشن. اون موقعی که سفارت با اینا صحبت میکنه تایید کنه پاسپورتشون و شکلشون، بعد اگر نماینده در ایران دارن اون حقوقو بگیره. ولی اگر چنین چیزی باشه که رژیم عوض بشه، من تردید دارم که کسی تمایل داشته باشه، حداقل اونایی که بیرونن، اگه سر کار برن روزی بخون به سپاه و قدس و عوامل رژیم فعلی بازنشستگی بدن. فکر کنم چنین نباشه. فکر میکنیم برای میگه همین نه سیستمی هست نه رژیمی هست و معلوم نیستش که بسا باشه هم بلد. ولی در حال سوال از اون سوالایی بودش بلد. که مثل یه نفر منتظره که حقوق بازنشستگی دریافت کنه در آینده. شایع است، سوال بعدی، شایع است که چند صد نفر ایرانی به مدت یک سال است در اسرائیل در صحرای نگاوه دوره هایی را میبینند که در هنگام نیاز به صورت محرمانه به ایران فرستاده شوند و عملیاتی را انجام دهد. آیا این حقیقت دارد؟ در صحرای نگاو. بله، این اون جایی است که تمرینات نظامی اسرائیل در جنگ در بیابان و در جا آزمایش میکنن، با مانورهای مشترک با امریکا دارن. نمیدونم چند صد نفر هستن، ولی اسرائیل طبعا واحدهایی داره که به زبان فارسی صحبت میکنن و ایران ها میشناسن، میرن تو ایران برمیگردن. یک چنین چیزهایی رو به اصطلاح آماده دارن. حالا چند صد نفرن یا چند نفرن نمیدونم، ولی خیلی طبیعی به نظر میرسه، چون برای کشورهای عربی دارن، برای کشورهای همسایه دیگه دارن در اون منطقه که اقلیت‌هایی که از کشورهای دیگه میان اونجا توشون انتخاب میکنن. مثلا ایرانی ها که رفتن اونجا یه بخش بزرگشون هم علاقه داشت که وارد نظام بشه و حتی نظامیان ارشد هم اونجا پیدا کردن، داشتیم فرمانده نیروی زمینی و غیره، اینا بعضیاشون ایرانی بودن. در اطلاعات مثلا یوسفی نامی بود که در موساد نفر دوم بود، 10 سال 15 سال پیش فوت کرد. ولی آدمای چنین دارن و آموزش میدن و به موقع هم حتما استفاده خواهند کرد و فکر میکنم استفاده هم کردن در گذشته. شما فکر میکنید که اگر دولت اسرائیل بخواد به ایران حمله بکنه، مستقیما خودش قادر به این کار هستش یا به دولت‌های خارجی بستگی داره؟ از نظر توانایی نظامی چرا میتونه حمله کنه؟ از نظر توانایی نظامی، منتها عکس العمل سیاسی خیلی سنگینی خواهد دید. لذا اون منافعش فعلا چنانه که این کار انجام نده. یعنی باید
نظر اروپا رو داشته باشه، نظر امریکا رو داشته باشه و بتونه قانع کنه که چرا این کار رو انجام بده. و به نظر من اگر هم یه روزی حمله کنه به اصطلاح به پایگاه های یا مراکز هسته‌ای نخواهد بود. اگر بخواد حمله کنه از جاهایی که احتمال حمله داره آذربایجان، نخجوان، اقیانوس هند که از اونجا میتونه با موشک‌های پولاریسی که روی زیردریای دلفین داره، 6 تا زیردریای دلفین دارن که در اون منطقه در رفت آمدن، میتونه بنادر ایران رو بزنه، میتونه جایی بزنه که خب آسیب زیاد برسونه. الزاما نباید حتما مراکز هسته‌ای رو بزنه، ولی این توانایی رو دارن. دو شایعه وجود دارد، یکی درباره هنگام خروج پادشاه از کشور که چرا ایشان خودشان خلبانی هواپیما را به عهده داشتند، و دوم درباره طرح زدن هواپیمای آقای خمینی هنگام ورود به کشور. دلیلی فکر میکنم دلیلی که پادشاه خودشون پشت هواپیما نشستند، یکی ممکنه جنبه احساسی داشته باشه، ایشون میخواستن خودشون، دوم ممکنه به کسی اطمینان نمیکردن، سوم کاپیتان هواپیمایشون سرهنگ مایزی بودن که الان مسئول بخش نیروهای مجاهدین هستن، افسرهایی که از ارتش ایران رفتن و به پناه آوردن به گروه مجاهدین. مایزی هم جدی ظاهرا اطلاعاتی در دست بود همون روزا که مایزی با یک نفر صحبت میکنه از روحانیون طالقانی که من فردا هواپیما رو میتونم به کوه بزنم وقتی که ایشون تو هستن، و این گفتگو رو بعدن وقتی که آقای موعظی با یه شخصی در انگلستان که یک آژانس هواپیمایی داره با اون صحبت میکرد، شاهدی بودن که اینو شنیدن، این گفته. و شاید این دلیلش بوده که ممکنه ساواک یا یکی از ادارات اطلاعاتی در ایران یا ارتش ممکنه پیشنهاد کرده باشه که چنین موقعی بهتره که خودتون این کار رو انجام بدین. خود موعظی هم فرار کرد از ایران، جتش فرار کرد، اتفاق شکاری های ایران خواستن که بزنن ولی این کار رو انجام ندادن چون خودش قهرمان جنگم بود در اون دوران. در مورد آقای خمینی که به ایران اومد، چرا یک مورد حداقل من میدونم که یکی از عمرای نیروی هوایی که الان فوت کرده، چون فوت کرده اسمشو میتونم بگم، مهدی میرحسینی، رئیس دفتر ارتش بود خاتم بودن، موقع البته خاتم ارتش بود خاتم فوت کرده بودن، ایشون مربی خلبان فانتومن، یعنی خیلی در کارش درست بود و خلبان خیلی مثلا خوبی بود، ایشون تصمیم داشتن با یک خلبان دیگه این کار رو انجام بدن، ولی اون استواری که با اینا بود خیلی هم باش نزدیک بود، در اون دقیقه آخر که اینا برای هفما رو سوار هفما بشن نمیذاره از ماشین پیاد پایین، میگه بیای پایین میزنم اتو. استواره مهدی میرحسینی به خانواده اینا بیشتر اینجا فوت کرد، در اورنج کانتی فوت کرد 4-5 سال پیش، بیشتر خانواده اینا زیر 65 سال فوت میکنن، حالا حتما خانوادهشون اینجا هست میدونن دیگه، اینا نمیفهمم منظورتون چیه. بیماری قلبی بود که ایشون باعث مرگ شد. آها. بیشتر کسانی که در مردایی که در خانواده مهدی میرحسینی بودن اینجوری این بیماری دوچارن، ولی یکی از بهترین خلبانهای ما بود. آقای بهروز نهرودی چند سوال کرده. در زمان ریاست ستاد ارتش بود جمع در ایران، آیا توپخانه اتمی داشتیم و بر سر آن چه آمد؟ توپخانه اتمی در ایران داشتیم، درست می‌فرمایید، منظور توپخانه مال ایران نبود، مال ارتش امریکا بود. اینا در کردستان در یک پادگانشو فراموش کردم، در یه پادگانی در اونجا توپخانه اتمی داشتن که اگر ضروری باشه به سر مرز ببرن، مرز شمال ایران، و البته افسرهای ایران هم اونجا آموزش میدیدن و آشنایی پیدا میکردن با این کار کردن با توپخانه اتمی، منتها فرماندهی و عرشبت کنترل دست امریکایی بود. اصلا سیستم توپخانه ایران در اصفهان بود، یه جایی در منطقه آذربایجان غربی، من یادم نزدیکای رضایی و اون طرفا به من یه کسی که اون موقع سرباز وظیفه بود، برادر خود من بود، میگفتش که در اونجا یک پایگاهی وسط
صحرا هستش که ما اصلا نمیدونیم چی هست و چی کار میکنن و چه کارهایی انجام میگیره و میتونه این پایگاه بوده باشه. اونو اسمش یادم میاد میگه، ولی این یه کوهستانی بود در بله. یه پادگانی بود تعلق به امریکایی داشت، ایرانی ها میرفتن اونجا بسیار تعلیم میدادن. یه دفعه هم ارتش رو جمع اونجا که بود، درست میفرمایید، زمان ارتش جمع بود برای اینکه وقتی مرحوم خلیل شجاعی، سرلشکر خلیل شجاعی با این افسر امریکایی بر سر به کار بگیری توپخانه حرفشون میشه، یعنی میگه این به یه دلیلی که افسر ایرانی به امریکایی میگه این در این مورد اشتباه میکنید، و جمع خیلی خوشحال میشه چون افسر ایرانی درست تشخیص داده بود و افسر امریکایی امیر امریکایی بود، امیر بود، افسر نبود، و به اصطلاح اشتباه امریکایی رو در این مورد میگیره. اما سیستم توپخانه ایران، مرکز توپخانه در اصفهان بود، ما توپخانه کوهستانی داشتیم و توپخانه هاوبیتسر داشتیم، مرکزش اصفهان بود. اینا کلاهای برهای قرمز رنگی میذاشتن. پس بوده در زمان قدرت صدام حسین، عراق یک توپ درست کرده بود که میتوانست از مرز عراق به تهران شلیک کند، درست است؟ بله، اینا یه توپی درست کرده بودن. در جنگ جهانی دوم آلمان ها دو تا توپ داشتن، یکی بیگ ماما بیگ برتا، یعنی چنین نامایی داشت که روی قطار درست کرده بودن. این توپ رو از فرانسه به انگلستان شلیک میکردن، روزی 4 گلوله میتونست شلیک کنه، روی ریل قطار بود. بر پای اون خیلی هم توپ خیلی سنگینی بود، منتها زود هدف قرار گرفت و زدن، چون مشکل بود اینو اینور اونور بردن. یک مهندسین هلندی یک چیزی برای عراق درست کرده بودن، بر روی یه تپه لوله توپ قرار داده بودن که اون پایه توپ اون تپه بود. آها. و اینا میخواستن از مرز به سوی تهران یا به جاهایی در نزدیکای تهران این شلیک کنه که امکان داشت. مدای جریانات پیش اومد که یک تشکیلات اطلاعاتی در خارج از این محدوده محلی ایران و عراق این مهندسین اینا رو ترور کردن، در اروپا، در هلند اینا رو از بین بردن. و البته توپ وقتی که نیروهای جنگ اول شد و نیروهای امریکایی رفتن اونجا، بقایای توپ رو دیدن. چطور میشه یه همچین کارهایی انجام میشه؟ سپهبد حسن یزدی خودکشی کرد یا او را کشتند؟ نه، سپهبد حسن یزدی خودشو کشت، برای اینکه اگر اشتباه نکنم، امیدوارم اشتباه نمی کنم، ایشون وقتی که کودتای نوژه شد اسامی افسرانی که خدمتتون عرض کنم در اون کودتا باید شرکت میکردن، بعضی از اسامی رو 40-50 تا رو داشت با خودش، و وقتی میان خونه ایشون که ببرن اینا، دو تا خونه دو تا خوابه داشتن، میگه اجازه بدین برم لباس بپوشم، میره به همسرش میگه اینا منو ببرن در باجویی، ناچارم بگم چون زیر فشار، بالاخره هر کسی میشکنه در زیر فشار، و باعث میشم 40-50 نفر رو بگیرن، حالا یه تعدادی رو بگیرن. اینه که همونجا خودشو میکشه، و خدمتتون عرض کنم اگر اشتباه نکنم همسرش هم اینجا چند سال پیش فوت کردن، ولی اگر بازم اشتباه نکنم دخترشون تو کالیفرنیا در امریکا هستن. مرسی. سوال بعدی، تیمسار خادم ریاست هواپیمایی کشوری را ساواک کشت یا دیگران؟ نه، ساواک نکشت. ساواک چیکار داشت اینو بکشه؟ کشتنش در بله. این سپه بود خواهد، این ارتش بود خواهد کرد. بله. نه، اشتباه. مرسی. بله. خادم تو این خادم. بله، اونو ساواک نکشت. البته بعد از انقلاب اینایی که همه چی رو انگشت اتهام به سوی این اون میکردن، گفتم ساواک کشته، ولی ساواک چه دلیل داره بکشه؟ آیا قبل از انقلاب ایران زیردریایی داشت؟ بله، یک نمیدونم چند تا داشت، ولی یادم یه زیردریایی از امریکا خریده بودن یه 7-8 سال قبل از انقلاب. سوال بعدی، دانشگاه نظامی کویته در خاک پاکستان یک پایگاه جاسوسی انگلیسی میباشد، چرا پاکستان اجازه فعالیت به این دانشکده میدهد؟ خدمتتون عرض کنم دانشکده نظامی کویته 114 کیلومتری مرز ایران قرار داره، قتیبه بهش میگن. اتفاقا این روزا در اونجا مرکز طالبان پاکستانه، در اون منطقه.
جدای طلبان پاکستان هم که بلوچستان هم در اون منطقه هستن، خیلی منطقه شلوغیه، ولی این مدرسه یکی از مدارس عالی آموزش افسران ارتش انگلیس بود که در انگلیس و در پاکستان شعبه داشت. یعنی خود افسرهای انگلیسی در اونجا آموزش میدیدن؟ آموزش میدادن. میدادن. آموزش میدادن. و حتی استوارش نمال انگلستان بود. کیارا ایران میرفت، ترکیه میرفت، کشورهای منطقه میرفتن. خیلی ببین مثلا در ایران وقتی که مثلا ستاد می‌خواست یه در افسر بفرسته انگلستان تحصیل کنن در رشته نظام، بعضیا رو به اونجا میفرسته چون ارزش اهمیت اون مدرسه کمتر از اون نبود که در انگلستانه. صحیح. از نظر دانشگاه افسری و دانشگاه خیلی خوبی بود. البته بعد افسرا وقتی که دیگه پاکستان کم کم شکل عوض کرد و قدرت انگلستان در اونجا کمتر شد، هنوزم انگلستان 4-5 تا مدرسه نظامی داره اونجا که نه تنها در قطیبه در کویت بلکه در پاکستان بره. که هنوز انگلیسی‌ها اداره میکنن، به صورت خصوصی دارن برای دولت پاکستان کار میکنن، اداره میکنن. در کویت، در همون جایی که گفتم 114 کیلومتری ایران قرار داره، اگر اشتباه نکنم هنوز استوارهای قدیم انگلیسی هستن اونجا، مستر سارجنت بهشون میگن، اونا هستن، ولی افسر دیگه نمونده. ولی مرکز جاسوسی نیست، مرکز خب انگلیسی هر کاری که میکنن هموطنان عزیز ما فکر میگن جاسوسن، ولی اونجا از نظر اهمیت داره. بلکه ببین درست روبروش منطقه کوه ملکسیا است. کوه ملکسیا جایی است که الان روسا اونجا هستن. یک برآمدگی است، بین نقطه ای است که بین پاکستان و افغانستان، پاکستان و ایرانه، و اونجا مرکز شنود روسا است که هر چه در منطقه گواتر، خلیج گواتر میگذره یا از خلیج فارس میخواد کشتی عبور کنن، روسا از مرکز شنودی که اونجا دارن به اصطلاح استراق سم میکنن. بله. در این فاصله میتونن استراق سم بکنن؟ بله، از مثلا اسرائیل از اقیانوس هند استراق سم میکنه. اون شوخی میکنه. البته اسرائیل جای دیگه هم داره که این کارو میکنن، ولی سه نقطه اسرائیل ایران استراق سم میکنه. یکی در کردستان ایرانه که واحد 8200 در اونجا داره، اینا واحد شنودن. بعد در شمال ایران در نخجوان دارن، در آذربایجان دارن، اینا یکی محسوب میشن. و به صورت مثلث اگه نگاه کنیم در جزیره دایه در اقیانوس هند و اونورا ها، اینا چی چیا رو میشنون؟ همه چی. البته افق ها رو داریم ما. افق ها به اصطلاح افق چیه؟ افق افق به عبری یعنی افق. خب اینا یک دستگاه ماهواره هایی هستن که از 2005 شروع کردن اینا رو فرستادن روی ایران و عراق. هر 90 دقیقه ایران و عراق رو تمام فیلم برداری میکنن، عکس برداری میکنن، میفرستن. این سوای افمای بی سرنشینه. اینا ماهواره هاست که در الان فکر کنم افق 9 اونجا هست یا 10 اونجا هست. و اینا متعلق به کیه؟ اسرائیل. آمریکا نداره؟ چرا آمریکا همینه داره. آمریکا خیلی بهتر. انگلیس هم همینه داره. انگلیس بهترشو داره. پس از اون بالا بله. بنده شما حالا اینجا نشستین، شاید اونا میبینن ها؟ شاید ما اینجا نشستیم اونا نبینن، ولی اگه در فضای باز بشیم بخوام ببینن چرا میتونن. خب ببین، من یه مسئله همیشه واسم سوال بوده و اونی که بالاخره وقتی یه جامعه، یک تشکیلاتی درست میشه، یه آدمی یا یه آدمهایی، یه کسایی به عنوان تئوریسین طرحی دارن، برنامه ریزی دارن، اینا تا اون جامعه میاد به قدرت میرسه. این رو من در کشورهای خارجی خیلی راجبش اثر کردم. رئیس جمهور عوض میشه، دولت عوض میشه، همه اینا. همیشه برای من این فکر بوده که تئوریسینی که در زمان رضا شاه بوده که تونسته سلسله پهلوی سرآغازش باشه و به وجود بیاد کی بوده؟ خدمتتون یا چی بوده؟ به اون صورت که الان شما توجیه کردین کاملا درسته، منتها ما در به اون صورت در ایران نداشتیم. در ایران مسئله تئوریسین و تئوری مطرح نبود، ایدئولوژی بود که به یک حالت قومی حرکت میکرد، به حالت ایلی حرکت میکرد. هر ایلی که به قدرت میرسید هرچی که اون رهبریت ایل تصمیم میگرفت. ولی برای زیر ساختار و
به اصطلاح روساختار، روساختار فرهنگ سیاسی، اون پایگاه‌های کافی رو نداشتیم. برای اینه که هر کی میاد حمله میکنه به ایران خیلی راحت اون پایه‌ها رو سست میکنه، فرتوت میکنه، فرسوده میکنه. ما اون اون رژیم پادشاهی در گذشته بر اساس تاریخ بود. مثلا تاریخ کوروش چنین گفته، داریوش چنان، که هیچ وقت نیومدن که بررسی کنن نیازهای جامعه رو با داده هایی که در اون زمان، در اون چارچوب زمانی که هست، ببینن چه یک نموداری بکشن، ببینن چه چیزهایی نیازه چه چیزهایی نیست و بر اساس اون آموزش داده بشه. منشور کوروش رو مثلا پایه قرار میدن. در صورتی منشور کوروش اگه شما بخونید، خیلی چیزهایی که ما الان همینجور حفظ کردیم میگیم مثلا در منشور کوروش نیست، پس ترجمه هاش هست، الان روی اینترنت هم برن هست، منتها این اساس نداره. ولی مثلا شما ببینید یک رژیم مثلا سوسیال ناسیونالیستی در آلمان، دائم آنچه که به جامعه تزریق میکرد بر اساس همون سوسیال ناسیونالیسم بود. یا بعثی ها، رئیس اون بعثی ها میشل افلق بود دیگه، یک نفر سوری بود که جامعه عرب و بر عربیت و ملیت اینا رو تزریق همدیگه کرد، سوسیال ناسیونالیسم عربی رو درست کرد که اثر گذاشت روی عراق، اثر گذاشت روی سوریه و کشورهای دیگه. بس البته خودشو از بیرون کردن از سوریه، اومد عراق و بعد رفت لبنان و بعد یک بارم دوباره برگشت به سوریه. ولی این داده که شما الان فرمودین نداشتیم به اون صورت. بله در دانشگاه صحبت میکردن در مورد اهمیت پادشاه اینا، ولی حکومت بعدی که میومد حکومت قبلی رو میکوبید، یعنی اون نظام پادشاهی رو میکوبید. نظام پادشاهی در خودش یک وسیله کوبنده‌ای داشت برای اینکه وقت مثلا پهلوی میومد سر کار، قاجار رو میکوبید. فرض کنید یک مثلا قبل از قاجار مثلا افشاری. ولی پهلوی تقریبا قاجار رو نکوبیدان. چرا؟ بعضیشون هم بهشون شغل داد. بله بله، نه بله، در ظاهر تمام خود رضا شاه از قاجار بود، یعنی از بدنه اون پاره قاجار در اومد. زکالملک، مشیر الدوله، تمام سید ضیاء، تمام اینا از قاجار اومدن بیرون. متأ اسامیش عوض کردن. این طبیعی موقع هر که قاجار بود میومد، مثلا مشیرالدوله شد پینیا، زکالمر شد فروغی، اینا این کارا رو میکردن. اما اون بدن اصلی که خارج شد بعد از یک مدتی قاجار شد. بعد همه چی که قاجار کرده بود، مجسمه های قاجار آوردن پایین، همونجوری که دوره پهلوی رو این رژیم کنونی آورد پایین. یعنی نمیذارن یک رژیم پادشاهی، رژیم پادشاهی قبلی رو در اون چارچوب قبول نمیکنه. میگیم 2500 سال پادشاهی، ولی همیشه پادشاهی خاندانی که قبلا پادشاه در سر حکومت بوده اون محکومه، ولی ماقبلش خوب میشه. خب. و این در نتیجه ما تئوریسیان نمیتونیم در این مورد داشته باشیم، چون شما نمیتونید آنچه که در خودش ضد خود داشته باشه، نداشتیم. از رژیم اخیر که پادشاهی نبود، تئوریسیان اینا کی بود و اینا چرا با پادشاهی زدیت دارن؟ بله، مسئله با زدیت با پادشاهی نیست. اینا فرهنگشون، فرهنگ سیاسیشون بر پایه اسلامه. در اسلام با هر آخوندی که صحبت کنید اسلامو میاره جلو، اون میشه تئوری سیاسی شد که میگه حالا خدمت رو از کنم، ان الاسلام یحمهو ما کان قبله، یا قبل ما، یا همچی چیزی. عربیت آخونده قبول ندارن. نه حالا البته قبول ندارن، ولی یه چیزی یادم اومد، یعنی قبل از اسلام هر آنچه که بوده محکومه. قبل از اسلام یعنی هر چی که هست اینه. شما وقتی که میرن کتابخانه ها رو آتیش میزدن، اینا اومدن گفتن که در کتابخانه هست در مصر، امبراس اونجا رئیس چیز بود، مصر بود، گفت یه یحیی نامی هم بود که از این حرف شنایی داشته، فیلسوفی بود. یحیی به این گفت امروز در کتابخانه مصر در اسکندریه بریم ببینیم چه کتابای بزرگی هست، من براتون بخونم ترجمه کنم. اون اهل علم بود امروز. گفت من کاری نمیتونم بکنم، شما برین. باید برم از عمر ابن خطاب بپرسم. نه عمر، عمر ابن خطاب بپرسم. گفتم برو بپرس. عمر ابن خطاب میگه تو اون کتابا چی هست؟ اگر درباره خدا و اسلام هست که کمتر از قرآنه، اگرم نیست خب خوندنش نمیصرفه، پس همه رو به آب بندازید. اینه که رژیم فعلی هم بر پایه اسلام وقتی اومده اونجا نشسته، تئوریش همونه. بله بریم. نه نه، من داشتم من میخوام راجع به قهرمان پروری صحبت بکنم، اگه اجازه بدید، قبل از اینکه بریم به مسئله ارتش برسیم.
ما یه وقتایی در یک جاهایی یه چیزایی میخونیم یا میبینیم که راجع به یه ماجرای یه قهرمانی رو میگن که فلانی قهرمانه. چرا؟ بر چه مبنایی؟ یا مثلا یک چیزایی رو فتوا میدیم که آره فلان چیز شده، فلان عمل انجام گرفته، یا شایعات وحشتناکی رو به وجود میاریم که اصلا حتی تصورش هم نمیشه کرد. چرا این کاره میکنیم؟ خب قهرمان سازی به زمانه و نیازهای جامعه برمیگرده. مثلا در زمان جنگ طبیعتا شما قهرمان دارین، در زمان صلح ممکنه قهرمان داشته باشین، منتها امتیازاتی که در زمان صلح به یه شکل دیگر به شکل جایزه نوبل داده میشه به قهرمان صلح، به قهرمان جنگ مدال دیگه داده میشه، پس که داره به چه صورتی قهرمان درست کنه. بعد قهرمان سازی باید بید چرا قهرمان میسازن و به چه صورته. شما الان مثلا اگر بخوایم برگردیم به ایران امروزی، شما میبینید 8 سال ما جنگ کردیم با عراق، تقریبا 8 سال و چند ما جنگ کردیم، یک قهرمان ملی نداریم، همه ایثارگرن، همه شهید شدن، همه روحشون رفته بهشت یا هر چی، اما هیچ کدوم اون در اسلام خودمون، در ایران خودمون میگم، ما نمیتونیم مقایسه کنیم قهرمانی در اونجا پدید اومده باشه که از قهرمان کربلا بزرگتر باشه. شما ببینید شما در چنین شرایطی قهرمان ما همیشه از در همون صحنه ای که مثلا بدن 4 تا جنرال و 1000 تا سرباز هم میخوان خاک کنن، موقعی که میخوان مقایسه کنن اینا رو میگن راهی رفتن که اون قهرمان اول رفته، امام حسین و حسن، حالا که امام حسن کمتر، امام حسین خب بیشتر، و اون جنگ کربلاست. وقتی که شما یک جای قضاوت داشته باشین در یه حدی، باید از اون قضاوت نمیتونی بالاتر بریم. در داوری های ورزشی، اونایی که مثل هنرهای رزمی، وقتی بازی اول شما میکنید بین 1 تا 10، داور خوب به شما بهترین کارم انجام بدیم 5 میده، 10 نمیده امتیاز، برای اینکه نمیدونه بازی بعد چه خواهد شد، بازی بعد رو بر مبنای اون به شما امتیاز میده. قهرمان پروری در بعضی جوامع مثل جامعه ایران، شما اگر یک جای خیلی بالایی داشته باشید مثل ماجرای کربلا، کدوم آخون جرأت میکنه بیاد یه قهرمانی بسازه که از اون بالاتر باشه؟ من که شرایط حادی باشه، مخصوصی باشه. پس اگه ما قهرمانی نداشته باشیم، همه یه حادثه اتفاق بیفته، الان اومدیم خامنه ای فوت شد، خب چه اتفاقی میفته؟ یه چیزایی اینا پروتکلی دارن که اگه چنین اتفاق بیفته چی میشه، ولی اصولا جانشینی باید تعیین شده باشه و این جانشین رو احتمالا باید مجلس خبرگان بدونه، و اگر چنین نبوده است یکی رو آماده میکنن برای این کار یا آماده کردن برای این کار. در چنین شرایطی من فکر میکنم شرایط امروز روحانی ممکنه نباشه، در این برای نیازهای جامعه فرق کرده، ممکنه در برای آینده، یعنی جانشین روحانی نخواهد بود. فکر نکنم یک نفر روحانی رو بتونیم بیاریم، چون الان بین روحانیت که ما نگاه میکنیم یا روحانیت در یک سنی هستن که خیلی خیلی بالا هستن، بعضیشون اصلا در نیمه کما هستن، اونایی هم که خیلی جوانترن اون تجربه رو ندارن و مورد اعتماد نیستن، لذا باید یک بدنه یه پاره از این رژیم باشه که مورد احترام باشه و یه کارهای همون قهرمانی که شما گفتین ببینیم این قهرمان مثلا در جنگ‌های سوریه، در جنگ‌های عراق، در جنگ‌های یمن چه بوده، که بوده، چی بوده. مثلا سلیمانی که در عراق اینقدر اسم در کرد، بله مثلا البته اسم در کرد ولی بیشتر اسم در کرد تا کاری انجام داد، چون ما دیدیم علی هر جبهه‌ای رفت ناموفق بود، با همه این حال برای مردم ایران یه شکلی ساختن. شما ببینید 8 سال در جنگ خدمت رو عرض کردم، در 8 سال جنگ ما قهرمان جنگی نداشتیم، ولی در این 2 سال که جنگ نداشتیم قهرمان داشتیم، سلیمانی بودیم. احتمال داره در سایه، در به اصطلاح در ذهن بعضیا اینو دارن آماده میکنن که اگر بازنشسته بشه از نظام وارد سیاست بشه، در سالهای آینده ممکنه اگر یه بدنه نظامی باید سر کار ایران بیاد، بدنه مشترک نظامی و مذهبی، تنها نظامی نخواهد بود، به نظرم مذهبی اونم خواهم بود، مشترک یه بدنه دیگه باشه، ولی به صورت امروزی کمتر احتمال داره. مرسی. البته چی؟
من اینقدر حرفا شما شیده میخوام همشو بگیرم. نه یعنی البته همه چیز دیگه ممکنه بهش، داده ها هر آن عوض میشه، نیاز هر آن عوض میشه. شما ببینین رئیس جمهور مصر با رئیس جمهور با پادشاه عربستان میخوام برن پیش پوتین که مشترکاً طرحی داشته باشن برای برکناری اسد، میرن مشترکاً و جداگانه پوتین رو میبینه، برمیگرده برای اسد موشک میفرسته آقای سیسی رئیس جمهور مصر. زد و بند ها دائم فرق میکنه. فکر میکنی اگه قرار بشه اتفاقی در ایران بیفته، دولت های خارجی بهش دست خواهند داشت یا از تو خودش خودجوش خواهد بود؟ نه خودجوش ما هیچی نداریم در تاریخ خاورمیانه، ما چیز خودجوشی نداریم. آه ریختی نه حقیقت دیگه، خودجوش نمیتونه داشته باشه. ممکنه یه مسیرهایی که دارن حرکت میکنن آسیبی به اون مسیر نرسونن، ناخودآگاه اون مسیر به رای خواهد رفت که دولت دول خارجی بخوان. ولی اینی که ما بتونیم به تنهایی کاری بکنیم در ایران نمیتونیم. وقتی که حرکت جنبش سبز انجام شد، میبخشید من این سوال میاد تو کار، چرا موفق نشد در حالی که میدونیم دولت خیلی ترسیده بود؟ دولت ترسیده بود، ضعیف شده بود، نمیدونه چجوری رفتار کنه. ببینید من شخصا این نظر من، هیچ سندی هم ندارم، به نظر من یه حرکت بود که انگلستان مثل 15 خرداد انجام داد، گفت من این کارو میتونم بکنم. شما دارید چند ماه قبل از اینکه، یک سال و نیم قبل از اینکه این ماجرا پیش بیاد، سفارت انگلستان، خود کنسول در کنسول انگلیس در ایران، ایرانیانی که دو پاسپورت بودن انگلیسی بودن اینا میورد اونجا باهاشون صحبت میکرد درباره تجارت، چیکار بکنید با انگلستان، چیکار بکنید ما، چیکار کنیم. بعد خودشون در اونجایی که میارن در سفارت صحبت میکنن، چرا نمیارن در مثلا در سالن هتل صحبت کنن، در سفارت صحبت میکنن، بعد انتخاب میکنن یه چیزایی، کسانی رو میبینن میشناسن تشخیص میدن. و اون حرکت بود. دو سه ماه مونده به این حرکت سبز قطع شد همه چی. حرکت سبز هم که شد بدون رهبری شد، آقای موسوی و کروبی که رهبر نبودن که. آقای موسوی نه الان رهبره، نه قبلا رهبر بوده، نه بعدا رهبر میتونه بشه. آقای کروبی بله خودجور عصبانی و فلان و داد میداد میزنه، ولی مسئولیت رهبری نداشت. اون ملتی هم که اومده بودن بیرون، عمل عکس العمل پشت سر هم بود، در مقابل یه عکس العمل دیگه میشد، باز تز آنتی تز سنتز، این یه همچین حرکتی بود و مسیری داشت حرکت میکرد. نیروهایی که با اینا داشتن با نیرو قهرانه واقعا برخورد میکردن، خسته شده بودن، راه چاره نداشتن، رسیده بود به اون نقطه شکننده. اما اونجا که نقطه شکننده بود، منافع کشور دیگه هم این صرفه که چنین نباشه. شما حتما در نظر نداشته باشین که حتما کشور خارجی میخوان، حالا هر کشوری میخواد مثلا رژیم سقوط کنه یا نکنه. بعضی از این کشورها ممکنه شاید بیشتر از خود ایران بخواد که اون رژیم بمونه. رژیمایی که میمونه برای منافع دیگرونه، حالا خودشون ممکنه ندونن، خودشون ممکنه بدونن، ولی آنچه که مسلمه کسی فکر ما که نمیتونه باشه در ایران، چیکار دارن فکر ما باشن؟ یا اصلا فرض کنید الان حکومت چاد میخواد عوض بشه، یا مثلا حکومت مالی میخواد عوض بشه، اصلا ما اصلا تو نقشه با دو ساعت بگردیم چاد و مالی رو پیدا کنیم، برای ما مهم نیست. ولی برای کشورهای دیگه که منافع دارن اونجا، خب برای اونا مهمه. ایران هم یک چنین وضعیه. الان نفت و ارزون میخرن، به نظرم سنای امریکا تایید خواهد کرد که این با اینکه بله یه 17-18 ماهی داد و ستد میشه میرن، بعد این تنشی که در درون به وجود آورده، خب تنش به وجود اومده، خیلی تنش به وجود اومده، یعنی هر کاری شما میکردین اینجوری نیروها رو در داخل روبروی هم قرار نمیدادین، اینا روبروی هم قرار گرفتن. مردم هم که خب میرخصن تو خیابون دائم، اونو کار ندارم، هر وقتی خبر میاد میرخصن، هر وقت هم عصبانی میشن شیشه میشکنن. ولی این تنشی که الان به وجود اومده باعث، نه برای ایران سازنده نیست، برای رژیم ایران سازنده نیست این تنش، اصلا سازنده نیست. آیا درسته که در زمانی که جنبش سبز اتفاق افتاد، سران رژیم حتی رفتن در فرودگاه واسه فرار؟ فرودگاه نرفتن، ولی طرح فرار همیشه هست. چجوریه طرح فرار؟ طرح فرار اجازه بدین نگیم تو تلویزیون اگه طرح فرار چیه، ولی طرح فرار همیشه وجود داره. هر رژیمی یه طرح اگزیت پلان داره. بله اگزیت پلان داره. آها هست. اوکی
و اینا آمادگی رو داشتن که حرکت کنن. هر رژیمی داره. خود دوگل، شما دوگل دو تا هواپیما دائم در فرودگاه بود زمان دوگل، اون موقع که نارامی ها در کمپانی سیتروین در فرانسه شلوغ میکرد، کاریراشون رکته بودن تو خیابون به خاطر اون از 1966-67 بود دیگه، یا 65-6 بود. دو تا ایر فرانس آماده بودن که دوگل و آنتوراژش رو از کشور خارج کنن، یا ملک حسن پادشاه مراکش همیشه یه دونه هواپیمای ایر فرانس در فرودگاه داشت برای فرارش. اینا داشتن، همه کشورها یه طرح فراری به اون صورت دارن وقتی کشور ناآرامه. ولی خب اینا عوض میشه، یا یه دونه نیست، چند تا طرح مختلفه و آپدیت میشه به اصطلاح. پس ما میتونیم الان نتیجه بگیریم که در جمهوری اسلامی هم همکنون طرح فراری هست، در فرودگاه‌هایی، در جاهای راه‌های زیرزمینی، نمیدونم راه‌های زیرزمینی، من هیچی نمیدونم. بله، مثل بله. شما نمیدونید، قبول دارم که نمیدونید و بله، ولی حتما باید باشه. اگر بله. اگر و وزارت اطلاعات بالاخره این کارا رو باید بکنه، بخشی از کار وزارت اطلاعات باید باشه، بخشی از کار به اصطلاح نیروهای امنیتی باید همین باشه دیگه، حفظ نظام. من ساعت نگاه کردم، میبخشید اجازه میدید که من، چون نمیخوام شما رو قطع بکنم وقتی که راجع به سران نظامی و انقلاب و آیا ببینیم که دلایل سقوط رژیم آیا نظامیان بودن یا جامعه بود و چی بود، بریم با آگهی ها و بعد برگردیم به اون بپردازیم. اتاق فرمان خواهش میکنم.